یک دو خط این سایت به هم خورده وقتی بزرگ میکنی بشینه شما یک کاری که خوبی نه بذاشتم زبطشون همه چون رو زبطشون همه چون خب اگه حاضرین بریم ها حاضری همه چی دوستان خوش اومدید زیبا بود خیلی قشنگ بود حالا یه نکته ای رو شاید من قبلا گفتم این خانومی که میخوند حتما میشناسید حتما چون در دهه 80 و 90 خیلی معروف بود دوستی برای من تعریف میکرد که با این خانم آشنایی داشت میگفت یه زمانی این به من گفتش که تاریکی ها خوبیش اینه که پایان داره در ته تاریکی ها نور روشنه من از تاریکی به نور رسیدم نمیدونم اگه داستان شتر گم کرده یادتون باشه میگفت هر چقدر گناهانت بیشتر باشه مست بیشتر باشه تلات بیشتر میشه وقتی که محک بهت میزنن اون زمان همه مسات تبدیل میشه به طلا ببینید من یه چیز رو قبل از اینکه داستان شروع کنیم و دنبال کنیم با هم فکر میکنم لازم باشه راجبش صحبت کنیم اگرچه شاید دو سه مرتبه من این موضوع رو تذکر دادم در رابطه با مثنوی به طور کلی و عرفان ایرانی متاسفانه در جامعه ما در جامعه ایران علل خصوص بسیار کم کار شده بسیار کم کار شده یعنی صحبت الان نیست از اولش خیلی کم کار شده اگر هم الان شاید اخیراً تو این 20 سال گذشته 3-4 نفری شاید به تعداد انگشتانی یک دست آدم‌هایی پیدا شدن که صحبت‌هایی رو کردن در رابطه با عرفان ما علل خصوص مثنوی علل خصوص حافظ متاسفانه کتاب ها ممنوع چاپ شده یا خود اینها براشون گرفت و گیر به وجود اومده غیر ایرانی ها غیر فارسی زبان ها بسیار تحقیقات وسیع تری رو در این زمینه ها دارن مهم نیست مثنوی خود مولانا و بقیه عرفای ما متعلق به قومی نیستن اصلا اینی که ما بگیم قومی وجود داره و به خاطر قومی یا افتخاری ما میخواییم بکنیم همچون چیزی نیست به هر حال مهم اینه که بشریت از این موضوع استفاده کنه که امروز دارن میکنن ولی اون چیزی رو که ما باید در نظر بگیریم بیشتر به جای این که به مطالب بپردازیم مثنوی، حافظ به اینها کتابهای الهامی و وحی میگن کتابهایی که تراوش فکر نیست تراوش دله شما اگر از بچگی خاطرتون باشه همیشه حافظ رو وضو می گرفتیم و با تبرک بهش دست می زدیم اینها برای یک زمان به خصوصی نیومدن اینها نیومدن یه مش درس اخلاقی به ما بدن که ما از این درسای اخلاقی پند بگیریم و در زندگی خانوادگیمون مادیمون موفق تر باشیم ابدا این کتاب ها رو شما در این حد نگیرید ولو این که شما هر نوع تفسیری رو حرف من رو نگیرید برید خودتون تحقیق کنید تفسیرهای متفاوت رو ببینید صحبتهای متفاوت رو ببینید فقط یه جنبندی بکنیم که خب اینا هم حالا اونقدی که میخواین بزرگشون بکنید نیستن فقط یه چیزایی گفتن حالا یه جایی هم درست گفتن یه جایی هم غلط گفتن فلانجا زد تو گوش زنش فلانجا از بچهش نمیدونم این انتقادو کرد نباید میکرد چون که قدیسینی که برای ما ساختن اونها باید پرستش بشن اونها باید معیار قرار بگیرن در تمام این داستانها و صحبتها این بود که آقا قداست رو بشکنید قداست در خودتونه این چیزی نیست که سیستم دینی بتونه بر بتابه به همین خاطر متاسفانه در که زبان ما به خصوص در کشور ما هزاران کتاب میبینید در رابطه با مثنوی در رابطه با زندگی مولانا در رابطه با زندگی شمس تمام اینها من به جرأت بهتون بگم اگر برای زمین زدن اینها
برای نقطه ضعف گرفتن از اینها و بزرگ کردنشون نوشته، جز این دلیل به دلیل دیگه نوشته نشده. این رو از من داشته باشید. راحت به خاطر این تایتل هایی که داده میشه که بارها اینجا صحبت کردیم، اما من اگر میبری ببین چی میبری، بعد ببر آقای فلان تحقیق فلان داره، آقای فلان اومده یه همچون صحبتی کرده، خانم فلان تعصب ها ما رو کور کرده. سواد مطرح نیست، تعصب اونقدر ما رو کور کرده که ما به هیچ عنوان آشنایی با اینها نداریم. واقعا انتظار داریم یه مشت حرفای اخلاقی به ما بزنن که ما زندگی روزمرمون راحت تر بگذره. حالا فرض کنید گوته در آلمان 21 سال باید فارسی یاد بگیره تا حافظ رو بفهمه. منی که فارسی زبانم هزار یک جور فقط دردم ایراد بگیرم، چون درش به روی من بسته است به خاطر اینکه تعصب منو کور کرده و این فکر همش رفته دنبال نوشته های این آقای دکتر و اون آقای پروفسور و اون آقای علامه. بارها دیدید میگن ما در رو میبندیم به روی این افراد. تو باید با دل بیای جلو، با فکر نمیتونی بیای جلو. عشق محصول فکر نیست. به همین خاطر حافظ از اول تا آخر میخونیم گیج میشیم، اینو که اصلا مثنوی رو که اصلا سر ازش در نمیاریم. ولی خب از یه طرف دیگه تا دیگران، تا غربی ها، تا بزرگان در جاهای دیگه میان اینها رو تمجید میکنن، فوری متوجه میشیم ای پس یه چیزی داره، ما از مد عقب نمونیم دنبال اینا بیفتیم. اینطور نگاه نکنید به اینها. این که این ابیات، این افراد انسانهایی رو از دل تاریکی کشیدن بیرون بعد از 800 سال که شاید بیرون اومدن اینها از تاریکی متصور برای خودشون نبوده. حرف دل، حرف اخلاق نیست. مولانا یک کلامی رو داره، میگه شاید بعد از 1000 سال انسانها شروع کنن به اون حدی برسن که تازه بفهمن من چی داشتم میگفتم. من فکر میکنم نزدیک داریم میشیم به اون 1000 سال. به خاطر همینه که یواش یواش داریم سر در میاریم. از همین روی اگر به این مولانا توجه میکنید، به حافظ توجه میکنید، امتحان کنید، از دل بیاین. این قضاوت ها رو بذارید کنار، دریاهای بی نهایتیه. رابطه مولانا با همسرش چی بوده، با دخترش چی بوده، با پسرش، اینا مسئله من و شما نیست. ما قرارم نیست مولانا رو بت کنیم، یه قدیسی رو بیاریم پایین، یه قدیس دیگه رو بریم جاش بذاریم. فقط بحث اینه که آیا اینا به ما کمک میکنن یا کمک نمیکنن. اگر مثنوی به دردتون میخوره، اگر حافظ به دردتون میخوره، دنبال کنید. اگر به دردتون نمیخوره بذارید کنار. واجب نیست مثل بقیه قدیسین که حتما باید تطهیر بشن. شما یک تضادی رو در نظر بگیرید، وقتی که در کشور ما به مثنوی میرسن، وقتی که میگی دنیا داره مثنوی رو میشناسه و مولانا رو میشناسه، میگن بشناسه، ما که عقلمون رو از دست نمیدیم. حالا خیلی آقای فلانی در فلانجا گفته بگه اینا شد. حالا زمانی که خدا نکنه یه دکتری، یه پروفسوری توی هارواردی جایی از یکی از مقدسین اینها یه حرفی بزنه، بگه فلان امام، فلان پیغمبر مثلا آدم بزرگی بوده، همینه که تا حالا میگفتن مهم نیست اونا چی میگن، فوری شروع میکنن به جار و جنجال را انداختن که آقا ببین فلان دکتر امریکایی یا انگلیسی که اصلا مثلا مسلمونم نیست راجع به فلان آدم بزرگ دین ما چی گفته. تو که تا الان میگفتی هرچی راجع به رومی میگن مهم نیست، ما باید عقلمونو بذاریم، چطور راجع به قدیس خودت فوری بزرگش میکنی. و متاسفانه در اکثر این کتابهایی که شما میبینید، در اکثر کتابهایی که میبینید، تعصب کور کرده اینها رو. بحث سواد نیست، بحث تعصبه. به همین خاطر به محک خودمون برسیم، تشخیص خودمون رو داشته باشیم و خودمون راه رو باز کنیم برای روشن شدن دلمون. اگر هم میخوایم کمکی بگیریم، در نظر نگیریم که مولانا یا شمس یا هر کسی دیگه قراره بره جای یک قدیس ساختگی قرار بگیره که همیشه از تمام عیب ها و از تمام مشکلات و رذیلت ها پاک بودن و حالا تا دلت میخواد دروغ بنویس، 4 تا
تایتلمو زیر بذار پروفسور فلان، دکتر فلان و اینها رو بفروش به مردم. قرار نیست اینها قدیس بشن. فقط اگر حرف به دردت میخوره بگیر، به دردت نمیخوره ولش کن. ما داستان رسیدیم، داستان موسی و شبان رو تا اینجا رسیدیم که موسی آدابدانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. عاشقان را هر نفس سوزیدنیست، بر ده ویران خراج و عشر نیست. که اینا رو من توضیح دادم، اینا رو ما با هم خوندیم. گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پرخون شهید او را مشو. خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا را صد ثواب اولاتر است. در فقه اسلام به طور عموم شما میدونید که شهید وقتی کسی که در راه دین کشته میشه این رو نمیشورند. وقتی کسی میمیره واجبه که بلافاصله این شسته شه، تمیز شه و به خاک سپرده شه. ولی وقتی کسی که شهید میشه با وجودی که خون رو بدنشه اون رو نمیشورن، باید با همون خون خاکش کنی. حالا همین خونی که نجس بود، همین خونی که کثیف بود، الان که رسید به این فرد که شهیده، در حقیقت قداست گرفت. پس تویی که داری به اینها قداست و رزالت میدی. مهم اینه که تو کی هستی، تو کجا ایستادی. خون که در دین اسلام نجسه، وقتی که شهید میشه این از آب پاک تره. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیله نیست. پاچیله یعنی صندل دمپایی. دیدید مثلا ما یه جاهایی میریم که یه خورده خیسه، دمپایی پامون میکنیم که خیس نشه. میگه اگر قواس که میخواد بره تو آب، در زمان قدیم ما قواس داشتیم، قواس فقط مال الان نیستش که با این اکسیژن و اینا میرن پایین، کسایی بودن که تمرینایی میکردن میتونستن چند دقیقه نفسشون رو حبس کنن، به اعماق آبا میرفتن و مروارید میآوردن. میگه اگه قواس پاچیله نداره هیچ مشکلی نداره. شما در درون کعبه هم رسم قبله نیست. شما باز در فقه اسلام، در تمام هر چهار تا فقه اهل سنت، شما وقتی که توی کعبه قرار دارید اونجا دیگه مهم نیستش که رو به قبله بایستید. هر جا بایستید رو به قبله اید. قبله ای که ما میایستیم مال ماهایی که از قبله دوریم، باید قبله رو پیدا کنیم. تو ز سرمستان قلاووزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. قلاووز یعنی رهبر، کسی که رهبری میکنه. میگه کسی که عاشق سرمسته از اون رهبری رو توقع نداشته باش. یک پرده هوشیاری، یک درجه هوشیاری برای رهبری لازمه. کسی که به این مرحله مستی میرسه دیگه تو نمیتونی از این توقع داشته باشی که رهبر بشه. جامع چاکان رو چه فرمایی رفو؟ کسی که لباسش به طور کلی تیکه پاره است دیگه این رفو بر نمیداره. که رفو مال زمانیه که یه تیکهی پاره میشه شما رفوش میکنید، ولی زمانی که تمام لباس تیکه پاره است دیگه این رفوی بر نمیداره. که ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. ملت قبلا خدمتون گفتم به معنی روشه، به معنی دینه. شما در تمام ادبیات ما، در تمام کتابهای مثل قرآن، ملت همیشه به عنوان دین و روشه. من حقیقتش نمیدونم از زمان مشروطه کدوم یکی از این نویسندگان ما، شاعرای ما ملت رو به عنوان مردم استفاده کرد و ما امروز دیگه ملت رو به عنوان مردم میشناسیم. ولی این یک اصطلاحی که در ما بابه، در اصل معنی روش و دینه. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. لعل را گر مهر نبود باک نیست، عشق در دریای غم غمناک نیست. ببینید لعل، ببینید جواهر به طور کلی احتیاجی به مهر پادشاهی نداره. شما در نظر بگیرید یه اسکناس، مثلا یه اسکناس 100 دلاری، خودش کاغذه دیگه، این ارزشی نداره. وقتی مهر دولتی روش میاد، حالا پرینتش میکنن، چاپش میکنن به اون صورتی که هست، اون در واقع یک
مهر دولتی روش خورده. وقتی یک مهر دولتی روش خورد، اون کاغذ ارزش پیدا میکنه، مثلا میشه 100 دلار و میشه باهاش خرج کرد. ولی خود کاغذ به تنهایی ارزشی نداره. حالا میگه لعل احتیاجی به این مهرا نداره. شما طلا چه مهر روش باشه چه نباشه، چه مال کسی دولتی باشه چه مال دولتی نباشه، طلا ارزش خودشو داره. به خاطر اون مهری رو که میزنن روش، این ارزش پیدا نمیکنه. عشق در دریای غم غمناک نیست. شما زمانی که عاشق میشید، دیگه در دریای غم هم که برید شما غمناک نمیشید. این چند تا بیت آخر صحبتهایی رو داره که باید خیلی راجبش صحبت کنیم. تمام صحبت من سر ملت عشق از همه دینها جداست. صحبتی رو که سر عشق با هم داشتیم یه مقداری ادامه میدم. من خیلی مجمل راجب عشق صحبت میکنم، چون که بحث عشق بحثیه که شاید 10-12 جلسه رو دنبال خواهد کرد و بحث پیچیده ایه، ولی چون رب به داستان پیدا میکنه، من خیلی کوتاه که اون جلسه یه مقدار توضیح دادم، الان هم یه مقدار توضیح میدم که بحثمون یه مقدار روشن بشه. انسان ها به طور کلی یا انسان هایی هستن که تاجرن، من دین مدارها رو میگم، کسانی که به خدا باور دارن. تاجرن یعنی چی؟ یعنی این که دنبال این هستن که یک سری اعمالی رو بکنن که همون خدایی رو که صحبت کردیم، اون سوپر انسانی که ساختیم، اون تخیلی رو که ما ساختیم، نه خدای جهان آفرین رو، اون رو متقاعد به این بکنن که بنده خوبی هستند و نتیجه اعمالشون این بشه که در این دنیا حسنه و خیر داشته باشن، بعد از اینی هم که از این دنیا رفتن برن بهشت. اینها یک دسته هستن. یه دسته دیگه هم خب بیشتر شبیه بردهان، برای اینکه از عذاب الهی در امان باشن، فردا شلاق قهر خدا روشون نیاد و حالا یه سری در این دنیا عذاب بکشن و یه سری هم در اون دنیا به جهنم برن، از خوف خدا شروع میکنن به انجام دادن یک سری از آداب و سنن دینیشون. مولانا به ما میگه که ما از هر دوتا اینا جدا هستیم، از همه دین ها جدا هستیم. اصلا حرف ما یه حرف دیگه است. عشق اگر در دریای غم بره غمناک نمیشه، یعنی اگر تو عاشق باشی وارد همون جهنم هم بشی باز زیباست. جهنم دریای غم برای کسی دوچار عذاب میشه که عاشق نیست. من در جهنم هم عاشقم و در جهنم هم اگر برم اونجا هم شاد و زیبا. گفتیم عشق رو از این صحبت کنیم که عشق چی نیست. گفتیم عشق اتکا نیست، عشق تعهد نیست، عشق چی نیست. خیلی صحبت ها رو جلسه قبل کردیم. یک نکته ای رو که ملت عشق رو از همه ملت ها و دین ها جدا میکنه، دین ها آموزشیه، عقیده است. شما میرید و یاد میگیرید، یک سری آداب و سنن رو یاد میگیرید. ولی آیا عشق هم یک ایده است، یک عقیده است؟ آیا عشق رو باید رفت یاد گرفت؟ عشق یاد گرفتنیه؟ اگر شما به عشق به صورت آموزش نگاه کنید که بخواید عشق رو یاد بگیرید، خیلی به این نکته دقت کنید، چون با صحبتایی که می‌کردیم اینها خیلی چیزا رو براتون روشن می‌کنه. شما اگر قرار باشه عشق رو یاد بگیرید، عشق رو تمرین کنید و یواش یواش به فضیلت عشق آراسته بشید، در حقیقت گور خودتون رو کندین. عشق یاد گرفتنی نیست، عشق تمرین کردنی هم نیست. اگر شما شروع کنید به یادگیری عشق و به تمرین عشق، تبدیل میشید
به موجودات مهربون و بسیار با عاطفه‌ای که در زیر این عاطفه جز تزویر چیزی نخوابیده. عشق خودش باید بیاد، یعنی زمانی که دوست داری. ما هنوز عشق رو بر میگردونیم رو محبت، هنوز خیلی مونده برسیم به خود عشق که اصلا بیان کنیم عشق یعنی چی. عشق رو بر میگردونیم به همون صحبت محبت، دروازه های ورودی عشق. شما وقتی که محبت دارید باید اون محبت در درون خودتون به جوش بیاد بالا، و این محبت باید به شما بگه که چی درسته، چه بکنید. اصلا درستی و غلطی رو بذارید کنار، وقتی که شما بخواید این رو یاد بگیرید و بسپرید به حافظه، بوی ذهن و حافظه به این محبت بخوره، این میشه یک موجود مرده. محبت در هر لحظه باید بجوشه، نه اینکه باید بجوشه، میجوشه، و خودش بهترین راهنمایی رو به شما میکنه که شما باید به کدوم سمت برید. شما دیگه احتیاجی به این ندارید که از فکر کمک بگیرید، اینه که به شما یاد میده. اگر قرار بر این باشه که من عشق رو یاد بگیرم، شروع میکنم یواش یواش به تکرار یک سری زبانبازی ها، تزویر ها، محبت های ظاهری، و اونچنان میرم در این ماسک هایی که میسازم غرق میشم که دیگه خودم رو نمیتونم پیدا کنم. شما باید اجازه بدید وقتی که محبت بجوشه بیاد بالا. اگر در رابطه با زندگی اجتماعی، در رابطه با زندگی کاری، انسان مجبور با یه عده داد و ستد داشته باشه، اونها بحث‌های جداست. ما روی محبت داریم صحبت میکنیم. پس محبت رو نسپرید به ذهنتون، محبت رو نسپرید به این که یادش بگیرید، تمرینش کنید و با تمرین برین جلو. انسان رو تبدیل میکنه به یک انسان مزور، کسی که فقط میخواد نشون بده که عشق رو میشناسه. در زمان قدیم، حالا شاید هنوز هم اینجوری باشه، در ایران مثلا میشستن پای منقل و وافور، شروع میکردن تریاک کشیدن، بعد تا میگفتی آقا آخه چه خبره اینقدر تریاک میکشی، آقا ما از دنیا بریدیم، برو ببین مولوی چی گفته، برو ببین حافظ چی گفته، حافظ گفته که، یا مولوی گفته تو بشین پای منقل، از پای منقل بلند نشو. میکشونه انسان رو به این که به آرامش کاذب برسه، آرامشی سعی کنه در درون خودش ایجاد کنه که به بی تفاوتی و به بی رگی شبیه، نه به عشق. عشق باید خودش بیاد. من برای این که حرفم یه مقداری بیشتر باز بشه، شما به این قطعه از حافظ توجه کنید، ببینید حافظ چی میگه. هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل، هر کو شنید گفتا لله در رقائل. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب این فضا. دقت کردین؟ ببینید، رندی، من بهتون بگم، رندی در حقیقت همون عشقه که اختراع حافظه. حافظ عشق رو با رندی معنی میکنه. حالا یه وقتی انشالله وارد بحثای حافظ بشیم، من خدمتتون عرض میکنم، زمانی که قراره برید عشق رو تحصیل کنید، یاد بگیرید، به نظر خیلی آسون میاد. آره، من به همه آدم ها محبت میکنم، حالا زیر این محبت ها چی خوابیده کاری ندارم. باز برای دنیای بیرون شاید خوب باشه، شاید هم خیلی خطرناک باشه، چون بعدها اونچنان مشکلاتی رو به وجود میاره، چون واقعی که نیست، یک چیز کاذبه. اگر شما عشق رو به اجازه بدید که خودش رشد و نمو کنه، خودش حرکت رو ایجاد کنه و شما چیز یادش ندید، بذارید اون بره جلو. اگر میگید دوست دارم، واقعا دوست داشته باشید، این لقلق زبون رو بذاریم کنار. تحصیل عشق خیلی راحت به نظر میاد،
ولی آخر داستان جانم و سوزونده حرف و تجربه حافظه که من هم عشق رو از طریق تحصیل و به دست آوردن رفتم جلو، ولی متوجه شدم که هر چی بخوای بیشتر کسبش کنی بدتره، این باید خودش به جوشه بیاد بالا. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسند امثال این مسائل. حلاج، منصور حلاج، حتما اسمش شنیدید، از عرفایی که این به وضع فجیعی کشته شد و کسانی هم که اینو کشتن کسانی بودن که به هر حال کلامی رو از این بهانه کردن که این میگفت انا الحق. البته این خیلی مسائل پیچیده ای داره، من نمیخوام وارد اون مسائل بشم، که دست اینو بریدن، چشم اینو در آوردن، خلاصه هزار جور بلا سرش آوردن تا کشتنش، کاری ندارم. حلاج شد یک اسطوره عشقی در عرفان ما. هر زمانی که میخوان از عشق صحبت کنن حلاج رو میارن، به خاطر اینکه عشق یک قماره، عشق یک قماره، عشق پاکبازیه، از دست دادنه. عشق این نیستش که همش منافع و قربونت برم قربونت برم داشته باشه، اینها ابدا عشق نیست. مولانا کلام جالبی رو یه جایی میگه، میگه شمس من رو به یک قمار خوند، من قمار رو پذیرفتم، این قمار آخرش معلوم نیست، انشالله که برای همه به قول مولانا آخرش خوبیه، ولی قماره، برد داره باخت داره، با منطق و لاجیک انسانی قابل شناختن و درک نیست. صحبتی رو که اینها میکنند اینه که در ژرف‌های درون انسان کیفیت و حالتی وجود داره که انسان این رو نمیتونه درک بکنه تا زمانی که باهاش روبرو بشه به نام عشق. باز کلامی رو از همین غربی ها از چندین و چند نفر من براتون نقل کنم که در رابطه با کشف مولانا و کشف حافظ این صحبت رو کردن، که میگن کشفی رو که اینها در رابطه با مسئله کیفیت درونی عشق کردند، به مراتب از کشفیات تکنولوژی امروز، از کامپیوتر، از شناختن زندگی‌های پنهان در کیهان و کهکشان بالاتره. اینها مبالغه یا حرف من نیست، این حرف کسانیه که شناخت عمیقی روی حافظ و مثنوی داشتن. شما به این وسیله توانایی پیدا می‌کنید، دیدگاهی رو پیدا می‌کنید که با دیدگاه امروز متفاوته، خیلی چیزها براتون کشف شده و روشنه. حالا این کیفیت درونی کیفیتیه که میگن ما کشف کردیم و مطمئنیم به این که اگر راه هست بهش برسید، مشکل ساده نیست، ولی باید خطر کنید، باید ریسک کنید، خیلی چیزا رو ازتون میگیرن. شما اگر به زندگی خود موسی نگاه کنید، اگر ما بگیریم تمام اینها مال یک نوع افسانه باشن، از همون بودا گرفته شده باشن، فرقی نمی کنه. خود زندگی حضرت موسی رو نگاه کنید، تا زمانی که پشت نکرد به پادشاهی فرعون، تا زمانی که باطل رو رد نکرد، تا زمانی که بودا پشت نکرد به حکومت پدرش و حاضر نشد که بر یک مش آدم بدبخت حکومت بکنه و همه اینا رو نذاشت کنار و نرفت به گوشه‌ای، هیچ اتفاقی براش نیفتاد. و همینطور شما در رابطه با خود مولانا، مولانا دست کمی از یک پادشاه نداشت، فقیه عالی رتبه‌ای بود در شهر خودش، خزانه ها در اختیارش بود، رتخ و فتخ امور در اختیارش بود، تمام اینها رو گذاشت. خطر کردنه عشق رو شما ساده نگیرید. این که همش حلاج رو مطرح میکنن یعنی این که خیلی ممکنه از این عاقبت های این چنینی، حداقل تو اون زمان ها، چون به این راحتی نمیشد در مقابل تعصب های دینی صحبت کرد. شما اگر میرید جاهایی مدیتیشن هایی میکنید، خیلی چیزای خوبیه، نیم ساعت، یه ساعت یا کارهای خاصی رو انجام میدید، واردتون میکنه در درونتون، آرامش بهتون میده، سکوت بهتون میده، در این زندگی
سراسر جنگ مادی یه مقدار نفس میکشید. اینها همش خوبه. به قول امروزی ها وارد عالم گپ میشید، چیزهایی رو میبینید که براتون زیباست، اما این یه مرحلشه. وارد شدن در مسئله عشق و اینکه انسان بخواد این تجربه رو پیدا کنه در رابطه با عشق، کار بسیار خطرناکی میتونه باشه و انسان باید براش آماده باشه. عشق مسئله ساده ای نیست. از شافعی نپرسندم سال این مسائل. میدونید فقه اسلام به طور کلی 4 فقه ما داریم. فقه حنبلی داریم، مالکی داریم، شافعی داریم و حنفی داریم. اینا 4 تا امام به اصطلاح اهل سنت هستن که هر کدوم کتاب های فقهی دارن. مسند امام مالک رو داریم، مسند امام حنبل رو داریم، همجور تا امام شافعی. اینا فقه های اصلی اسلام هست. امام جعفر صادق امام ششم شیعیان فقهی رو درست کردن، احادیثی رو آوردن، چون این 4 تا امام کتاب دارن. ولی ما در فقه شیعه در حقیقت فقط حدیث داریم. فقه جعفری رو ما میپذیریم ولی به عنوان فقه رسمی اسلام نیست. فقه رسمی اسلام همین 4 تا. میگه از شافعی، از کسی که دنبال رتخ و فتخ امور دنیاشه، کسی که دنبال یک تجارت پرسوده. ما اصلا حافظ، مولانا، عرفان نمیگیم ما اینا بده یا خوبه، میگیم تو مرد عشق نیستی. همین، اگر مرد عشق باشی، عشق متفاوته، عشق خطر داره و دردسرهای زیادی رو داره. میگه برای کسایی که دنبال این چارچوب زندگیشونن، امور دنیایشون داره میگذره، امور معنویشون هم حالا به هر دلیلی خیال میکنن داره میگذره، با اونا کاری به این موضوع نداشته باشید. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید. عشق اینه. میگن به حلاج شبلی گفتش که عشق یعنی چی؟ گفت امروز بینی، فردا بینی، پسین هم، یعنی امروز و فردا و پس فردا هم خواهی دید. گفت امروز کشتنش با اون وضعی که خدمتون گفتم، فرداش سوزوندنش و روز بعدش خاکسترش رو به باد دادن. میگه این مرحله، اینا همش بیانگر خطر کردن در عشق، ولی نه اینکه واقعا کسی میاد ما آتیش میزنه. یعنی تا این اندازه باید آماده بود. در اون دوران بله، اگر یک کلام خلاف شافعی یا حنبلی میگفتی از اینا بدتر سرت میآوردن. ولی خیلی چیزها رو به پای این عشق ممکنه از دست بدی و اگر آمادش نباشی، اینو بدونید، آماده برای این موضوع نباشی، بالانست به هم میخوره. تا همین اندازه‌ای که خیلی جلسات وجود داره، خیلی جاها هست، آدم میره آرامش هم میگیره، خیلی خوبه، اصلا صحبت این نیست که نتیجه بدیه. ولی اگر یک قدم از اون جلوتر میخوای برداری، یک آن پرده ای از جلوی چشم بره کنار که ذهنت نتونه اونو هندل کنه، برگردی به این دنیا، برگردی به عالم صورت دوباره، به عالمی که ما الان توش هستیم، نمیتونی خودتو کنترل کنی. به همین خاطر عالم عشق عالم متفاوتیه. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم، گفت آن زمان که نبود جان در میانه حائل. دست قبل همین صحبتو کردیم، من نرسیدم این اشعار رو براتون بیارم. زمانی که عشق میاد خودت از میان برمیخیزی. 3 تا مسئله بود. یکی این بود که قناع داره، پری، احتیاج به کسی دیگه ای نداری. زمان و مسئله زمان رو یه مقدار صحبت کردیم. بعد خودت از میان بلند میشی. حافظ تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. گفتم تو کی میای سراغ من؟ گفت زمانی میام سراغت که تو از خودت گذشته باشی. اینی که صحبت از حلاج و بر سر دار رفتن هست، نه اینکه راستی راستی کسی که عاشق میشه به دار میکشنش، ولی باید حاضر باشی از خودت بگذری. تا زمانی که حاضر نیستی از خودت بگذری، به هیچ عنوان من که عشقم سراغت نمیام. دل دادم به یاری، شوخی کشی نگاری، مرضیة السجایا محمودة الخصائل.
ببینید تمام صحبتی که جلسه قبل کردیم، من متاسفانه چون وقت تموم شد این صحبت رو خدمتون کردم که اگر میخواید عشق رو باهاش یک آشنایی پیدا کنید، برید دوست داشته باشید. یک بار، فقط یک بار تو زندگیتون عشق رو تجربه کنید. حالا میخواین همسرتون عاشق بشین، فرزندتون عاشق بشید، طبیعت رو، بی یک مورد عشق رو آشنایی داشته باشید. اگر یک مورد عشق رو آشنایی داشته باشی فقط بتونی بفهمی، چون تو خیلی از این پرده هایی که ما رو زبون میگیم، آی من برای بچه‌م میمیرم، آی من عاشق زم، این همه صحبت ها رو با هم کردیم، اینا رو بذاریم کنار. یک مورد تو عشق رو بفهم، یک مورد که عشق رو فهمیدی خیلی صبرت عوض میشه. همون عشق مجازی، همون عشق به یک انسان، همون عشق به یک طبیعت، حالا هر چی که هست، ولی واقعا محبت باشه، محبتی که دوست داری چون دوست داری. مرضیت السجایا و محمودت الخصائل، یعنی دارای سجایای، مرضیه یعنی کسی که به رضا رسیده و محمود یعنی کسی که به ستایش شده است، خصلت های ستایش شده داره و آدمه که به یک آرامشی رسیده. من اومدم و این عشق رو شناختم از طریق عشق مجازی، یعنی اینی که اول رفتم یادش بگیرم، یاد گرفتن رو گذاشتم کنار، دیدم عشق تحصیل کردنی نیست، نباید یادش بگیرم، بخوام برم توی مکتبی بشینم مثنوی بخونم عاشق بشم پیش نمیاد. بعد چه اتفاقی برام افتاده؟ بعد این اتفاق افتاد که آقا اگر دنبال عشق هستیم، معامله رو باید بذاری کنار. ما تو عشق کسی رو که بخواد معامله بکنه راه نمیدیم. سود و زیان رو بخوای داشته باشی اینجا جات نیست. پرسیدم که کی همچه اتفاقی میفته؟ که باید خودت از میان بلند شی. تا زمانی که از میان بلند نشی هیچ اتفاقی برات نمیفته. من از کجا شروع کردم؟ اومدم یک نگاری رو، یک عزیزی رو که برام عزیز بود، عشق رو تجربه کردم. دم واقعا ملت عشق از همه دین ها جداست. در این گوشگیری بودم چو چشم مستت، و کنون شدم به مستان چون ابروی تو مائل. از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم، و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زائل. من صحبتایی رو که براتون کردم فقط خواستم سندهاش رو چون از حافظ داشته باشه. این بیت آخر: ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است، یارب ببینم آن را در گردنت حمائل. ببینید این موضوع رو که حافظ مطرح میکنه که چشم زخم هستش حافظ، یک جریاناتی وجود داره. اون جریانات اینه که شما با یک انسانهای ماهایی روبرو میشید، این انسانها از یمن قدوم اینها یه چیزایی تغییر میکنه. ما اصلا نمیخوایم خرافه اینجا اشاعه بدیم، اصلا هم کاری به این خرافات نداریم، ولی تجربیاتیه. بعضی انسانها بعضی حرکاتی رو در زندگی ما ایجاد میکنن، نقش هایی رو ایفا میکنن که این نقش ها بسیار بنیادیه در زندگی ما، و میبینیم زمانی که با اینها هماهنگ میشیم، خیلی چشم زخم ها، خیلی مشکلات از کنارمون میره بیرون. میگه من، یعنی حافظ، یکی از این افراد هستم، امیدوارم که قدم من رو در زندگی خودت مبارک بدونی و من رو در زندگی خودت، یعنی در قلب خودت راه بدی. حالا چه حافظ و چه افراد دیگه ای رو اگر در زندگیتون برخورد میکنید که این افراد دارای اون شادی هستن که وقتی کنارشون میشینید این شادمانی، این گشایش رو دارید، اینها رو ارزون به اون اکسیرها و اون اکسیر سودها مبادا بدید. خیلی نقش های کلیدی میتونن بازی کنن، همون اون وجودشون و همون همتی رو که بدرقه راهتون میکنن. به هر حال
وحی آمدن موسی را علیه السلام در عذر آن شبان. بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهایی گفت کان ناید بگفت. بعد از این داستان خدا در دل موسی، حقیقت وجود در دل موسی، رازهایی رو نهفت که اونها به گفتن نمیاد. در دل موسی سخنها ریختند، دیدن و گفتن به هم آمیختند. چند بی خود گشت و چند آمد به خود، چند پرید از ازل سوی ابد. بعد از این گر شرح گویم ابلهی است، زان که شرح این ورای آگهی است. ور بگویم عقلها را برکند، ور نویسم بس قلمها بشکند. این اشعار رو من باید خیلی راجبش و صحبت بکنیم. فقط سه چهار تا نکته رو خواستم چون از حافظ صحبت کردیم. یکی این که چند پرید از ازل سوی ابد، بحثی که من سر زمان میکردم باهاتون، که در زمان وقتی شما مسئله عشق به وجود میاد، زمان به ساعت صفر میرسه و باید به ساعت صفر برسه. ازل میدونید یعنی بی شروع و ابد یعنی بی پایان. ازل و ابد به هم میچسبن. چند پرید از ازل به ابد. حالا این چه چیزایی رو میخواد مطرح بکنه؟ من اینو بعد از بریک خدمتتون میگم. یکی هم این که دیدن و گفتن به هم آمیختن. اینم صحبتایی بود که جلسه قبل کردم. بریم بریک، برگردیم ان شاءالله صحبت رو با هم دنبال کنیم. خسته نباشید. تا اینجا اومدیم که بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهایی گفت کان ناید به گفت. بر دل موسی سخنها ریختند، دیدن و گفتن به هم آمیختند. ببینید این صحبتایی که این میکنه، که من بیشتر از این اگر بخوام بگم برای شما ورای آگاهیه، با این فرمی از آگاهی، با این فرمی از لاجیک و منطق که شما دارید امروز، این نوع درکی که از زندگی دارید، چون من اگر بخوام این موضوع رو باز کنم صحبت خیلی وسیع رو داره که مغز انسان خیلی تفاوت‌ها رو نمی‌فهمه. خیلی جاها اساساً خود مغز انسان، خود این دریافت امروزی ما، این درکی که ما داریم، خیلی چیزها رو متوجه نمیشه. و این صحبت به چه صورتی هست، اینا تو مثنوی خیلی راجبش صحبت شده. من فقط یه مثالی براتون بزنم. شما زمانی که در خواب هستین، اگر در خواب از یک چیزی دارید لذت میبرید، براتون خیلی صحنه زیباییه، و یا از یک چیزی وحشت زده هستین، ترسی دارید، وقتی از خواب بلند میشین، در حقیقت مغز شما اون لذت رو و یا اون وحشت رو چشیده. همینجور که اگر شما در دنیای حقیق، به اصطلاح واقعی، حالا اسمشو بذاریم هر چیزی، در بیداری شما اگر یک وحشتی و یا یک لذتی دارید، در حقیقت مغز همون لذت و همون وحشت رو داره. فرق این که این خوابه و یا این بیداریه، مغز متوجه نمیشه. در هر صورت ترس ترسه، چه در خواب باشه چه در بیداری باشه. حالا در بیداری اون ترسی رو که ما داریم، شما دقت کنیم، مثلا وقتی که در خواب یه خواب وحشتناک، یه کابوس وحشتناک داشتین، با چه وحشتی از اون خواب، از اون حالت بیدار شدید. وحشت واقعی بوده، ولی مغز ما در نظر نمیگیره که اگر فرض کنید حیوان خطرناکی تو خواب به شما حمله کرده، این واقعی نیست، این شما رو نخواهد کشت. به همین خاطر از خواب بلند میشه. مغز ما یک چیزهایی رو میتونه درک بکنه که در این جایگاهی که ایستاده، در این جایگاهی که ایستاده، در این جایگاه براش قابل هضمه. اگر امروزی ها رو نگاه کنید، دانشمندهای امروز خیلی صحبت از این میکنن که ما به طور کامل از مغزمون استفاده نمی کنیم. حالا نمیدونم 5%، 7%، چقدر بیشتر از مغزمون استفاده نمی کنیم. اگر بیشتر از اون بخوایم از مغزمون استفاده کنیم، توانایی های خیلی بالایی رو خواهیم داشت.
ببینم با این موضوعات حتما آشنایی دارید. من خیلی مجمل میگم و رد میشم، چون اینا بحثای خیلی عمیقی رو در مثنوی با هم دنبال خواهیم کرد. شما به وسیله توانایی که در شما جریان داره، از درونتون میجوشه میاد بالا و عشق هست، توانایی دریافت شما. حالا این دریافت رو میخوایم بدیم به کل بدن، میخوایم بدیم به مغز، بگیم از قلبه، اصلا بگیم توانایی درک فقط تو دست، اسمش مهم نیست. توانایی به معنی کلی توانایی، به معنی کلی توانایی، زمانی که انسان یک نوع درکی، یک بوستی، یک کمکی به این درک میشه که دیدگاه عوض میشه، دیدگاه انسانی عوض میشه. انسان از خیلی از تعصب‌ها دست برمی‌داره. این خیلی نکته مهمه. تعصب فقط به دین نیست. ببینید، در دوران قدیم، در قبل از رنسانس، در اون زمانی که قرون وسطا و حکومت مطلق فلسفه ارسطویی بود، علم حسی به طور کلی باور 100% انسان بود. یعنی انسان نمیتونست به علم حسی خودش پشت کنه، چون دیدگاه اون دیدگاه بود. صبح که بلند میشد، مثلا وقتی که میدید خورشید از شرق طلوع میکنه و حرکت میکنه، میره در غرب طلوع غروب میکنه، نتیجه میگرفت که خورشید حرکت میکنه. این خیلی ساده بود. اینی که من بخوام فلسفه دیگه برای این ببافم نداره، خورشیدی که داره حرکت میکنه. این دیدگاه زمانی عوض میشه که یک بوست، یک توانایی علمی میاد به این کمک میکنه، میگه حس تو، علم حسی تو غلطه، در حقیقت این زمینه که داره میچرخه. مثال خیلی ساده ای، ولی به زن نظر بگیرید، به خاطر همین تعصب باز ما کلی آدم کشتیم. یعنی انسان ها کلی آدم ها رو زنده زنده سوزوندن. حالا گالیله شانس آورد که حرفش رو پس گرفت و نکشتنش، اما بقیه رو زنده زنده سوزوندن، چون اون دیدگاه داری میگه این الان لاجیکه، این علمه. حالا ما یه مقدار اومدیم جلوتر، نوعی از علم رو درک کردیم که اون علم قبلی رو کنار زد، گفت نه، همچو چیزی نیست. به ما میگن که، یعنی عرفای ما به ما میگن که شما نوعی از دریافت رو پیدا میتونید بکنید که با حقیقت هستی بسیار نزدیکتره تا این نوع دریافتی که الان داریم. از علم کمک گرفتیم، علم خیلی جاها به ما کمک کرده، اومدیم سر این موضوع رسیدیم که فرض کنید جهان از ذرات تشکیل شده و علم قویاً در یک قرنی پافشاری رو این میکنه که آقا جهان ذره است. بعد یواش یواش وقتی که عمیق‌تر میریم تو، میبینیم که نه، این ذره ها خودشون به نوبه خودشون از چیزهای دیگه‌ای دارن تشکیل میشن. پس همینجور که ما عمیق‌تر میریم توی داستان، دیدگاه ما نسبت به واقعیت عوض میشه. یکی از چیزهایی رو که نباید، و خیلی بهش باید دقت کرد، نباید تعصب داشت رو این موضوع که من رسیدم و هر چی رو که این داره میگه درسته، بقیه غلطه. هر چیزی قابل چنجه، هر دیدگاهی چه علمی چه غیر علمی قابل ایمپروف شدنه، قابل تصحیح شدنه، بهتر شدنه. یعنی هرگز ما نباید روی اون دیدگاهی که می ایستیم متعصب باشیم که اینی که ما دیدیم همین درسته و غلطه. حالا یکی از چیزهایی رو که این در اینجا رو دیدن و گفتن به هم آمیختن میگه، میگه شما در علم حسی وقتی که یه چیزی رو میشنوید، یعنی اشیای بیرون با شما ارتباط برقرار میکنن از طریق صدا، مثلا شما فقط صدا رو میشنوید ولی خود شی رو نمیبینید. در یک جایی شی رو میبینید ولی صدایی نمیشنوید، فقط با باصره و قدرت دیدن میبینید. یه جایی دیگه شی رو لمس میکنید. لمس کردن با دیدن متفاوته، دیدن با شنیدن متفاوته. همه اینا یک نوع ارتباطیه که شما با اشیای بیرون برقرار میکنید. و میدونید چقدر این دوچار
اشکالات و مشکلاتی برای دریافت و درک. میگه موسی بعد از اینکه این ارتباط برقرار شد و متوجه این شد که حرکتی در این چوپان هست به نام عشق که این ازش بی خبر بوده، چیزی رو درک کرد که شنیدن دیدن بود و دیدن شنیدن بود. یعنی ارتباطی که برقرار میشه، این نوع ارتباط، ارتباطی نیستش که فقط یک چیز باشه. مثلا شما شعر رو میبینید، خیلی اشیار، مثلا رنگ رو میبینید، رنگ صدا نداره، فقط قابل دیدنه. زبری رو مثلا میگم با چشم نمیتونید ببینید، یا نرمی رو با حس لامسه درک میکنید. یکی از توانایی هایی که در شما هست، خیلی نکته مهمیه، چون بین ما خیلی، حالا تو بحث های علمی که راجع مثنوی داشته باشیم، میرسید شما به توانایی میرسید که در این توانایی یک حس حاکمه ولی تمام این حسا رو در بر داره. وقتی میبینید میشنوید، وقتی میشنوید میبینید، و حس عجیبیه. موسی به این حس رسید. این امکان پذیر هست یا نه؟ بسیار ساده است، قابل درک. خیلی از ماها این چیزا رو تجربه کردیم، تا خیلی ساده از کنارش گذشتیم. تا چون میگم احتیاج به بحثای خیلی مفصلی داره که باید در آینده راجع به صحبت کنیم، من تا همین اندازه ازش میگذرم که شما به رتبه‌ای میرسید که از نشونه‌های اولیه ایمپروومنت و تکامل برای اون دریافت عشق، که شما میشنوید ولی شنیدن مساوی با دیدنه، دیدن مساوی با شنیدنه. فقط یک حسه که تمام این حسا رو به ما میده و برتر از اون حسایی رو میده که با این پنج حس برای ما قابل درک دیگه نیستن. چیزهایی رو میفهمیم که با این حسا نمیتونیم بفهمیم. ما اگر امواج در اینجا در جریان هستن، با هیچ کدوم از احساساتمون نمیتونیم بگیریم. دستگاه به خصوص میخواد که مثلا امواج رادیویی رو بگیریم، امواج تلفن رو بگیریم و چیزهای متفاوت رو بگیریم. ولی در این حالتی که توانایی درونیه و بیشتر از اون 5% که ما داریم از مغزمون اصطلاحاً استفاده میکنیم، طوریه که نه تنها 5 حس رو با یک حس درک میکنیم، حسای دیگه ای رو درک میکنیم، چیزهای دیگه ای رو درک میکنیم که تا الان برامون قابل درک نبوده. چند بی خود گشت و چند آمد به خود، چند پرید از ازل سوی ابد. ازل بی آغازه، بی شروعه، ابد بی پایانه. صحبتی رو که اینها به ما میگن در مثنوی شما به خصوص میبینید، که باز این رو از کشفیات خودشون میدونن، که زمان بعد واقعی نیست. حالا اینکه زمان بعد واقعی نیست و میشه به صورت موازی در کنار زمان حرکت کرد، از بحثای باز خیلی وسیعیه که در مثنوی هست، که شما زمانی که میرسونید به زمان صفر، در حقیقت در موازات زمان حرکت خواهی کرد. ذهن شما دیگه زمان رو قطع نمی کنه، در موازی این حرکت میکنید. وقتی در موازی این حرکت کردین، زمان براتون بی‌معنی میشه. این 3-4 نکته کوچیکی رو که راجع به زمان و راجع به دیدن و گفتن آوردیم، یکی از محصولات اون عشقه، محصولات اون جریان درونیه که ما زمان رو به این صورت میبینیم و احساسمون برای درک اشیا به این شکل میشه. این 2-3 نکته رو تا اینجا در رابطه با عشق داشته باشیم. بعد از این گر شرح گویم ابلهیست، زان که شرح این ورای آگهیست. باز از این مثال ها ما قبلا با هم صحبت کردیم. اینی که میگه ورای آگاهی هستش، ما یه چیزهایی رو که تا امروز برامون جا افتاده است برامون قابل پذیرشه، بیشتر از اون رو نمیفهمیم، بیشتر از اون رو نمیتونیم بفهمیم، چون تا این اندازه تکامل پیدا کردیم. شما اگر
به یه بچه‌ای که در حال شیر خوردنه لذیذترین غذاها رو بدین در حقش جنایت کردین. اون آماده خوردن این غذا نیست، اون هنوز آماده نشده بفهمه غذا یعنی، چون فقط شیر میخواد. اگر کسی که کودکی که هنوز آماده برای سکس نیست، شما هرچی از سکس برای این صحبت کنین اصلا نمیفهمه، اصلا نمیدونه چیه، مقایسش میکنه با اسباب بازیاش، مقایسش میکنه با چیزهایی که، و خب خیلی جاهام بالانسشو به هم میزنه تا به یه حدی برسه که از اون حد که رسید، خب حالا صحبت کردن یا درک مسئله سکسی براش قابل فهم میشه. ماییم که در این آن نوع آگاهی هستیم، میگه من از این صحبتها فعلا نمیتونم برات بکنم، ور بگویم عقلها را برکنند، ور نویسم بس قلمها بشکنند. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. وقتی که حضرت موسی این حالتها براش پیش اومد و این درکها رو پیدا کرد، دنبال چوپان توی بیابان دوید. بر نشان پای آن سرگشته راند، گرد از پره بیابان برفشان. میگه اون چنان دنبال رد پای این شورید سر، این چوپان، این دوید که از پشت پای موسی خاک بلند میشد، اینقدر سری دنبال این میرفت. حالا گام پای مردم شوریده خود، همز گام دیگران پیدا بود. انسانی که به این مرحله عشق میرسه، به این شورید سری میرسه، به این سرگشتگی میرسه، راه حرکاتی که در زندگی داره با دیگرانی که مدعی عشق هستند، مدعی اون درک هستند، متفاوته. از رفتارش، از حرکاتش، از سکناتش میفهمی آرامشش دروغه. دیدین دیگه، خیلی سعی میکنن خودشون رو به اون آرامش نشون بدن که هستن ولی نیستن. اون کسی که اون آرامش رو داره بعد از این سرگشتگی، بعد از این شوریده حالی، و اون زمانی که این شوریده حالی رو داره، ادامه راهی رو که داره میده با کسایی که مدعی هستن متفاوته. یک قدم چون رخ ز بالا تا نشیب، یک قدم چون پیل رفته بر اوریب. تو بازی شطرنج میدونید رخ به اصطلاح بالا پایین حرکت میکنه، دیگه حتی چپ و راست هم حرکت میکنه ولی از بالا میره پایین. فیل هم میدونید اوریبی حرکت میکنه، زبدری حرکت میکنه، فیل مستقیم حرکت نمیکنه. یه اونچنان این قدم این آدم، گام برداشتن این آدم شوریده اونچنان مشخص بود که هم مثل رخ به صورت بالا پایین حرکت میکرد و هم به صورت فیل به صورت اوریبی حرکت میکرد. گاه چون موجی برافرازان علم، گاه چون ماهی روانه بر شکم. گاه بر خاکی نبشته حال خود، همچو رمالی که رملی برزند. یه موقعهایی میشینه روی خاک و روی خاک حال خودش رو مینویسه، مثل رمالهایی که رمل مینداختن. عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مژده ده که دستوری رسید. موسی اینو پیدا کرد و بهش گفتش که مژده به من بده شبان ای چوپان، که یک اجازه از طرف خدا اومد. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. عشق یاد گرفتنی نیست، عشق چیزی نیستش که من بخوام برم تمرین کنم و یاد بگیرم. عشق چیزیه که وقتی در انسان جریان پیدا میکنه ترتیب و آداب نداره. در حقیقت مطرح میکنه یه موضوع خیلی مهمی رو که تو این چندین جلسه من باهاتون خیلی راجع بهش صحبت کردم. اولا دست از تاجر بودن در مسائل دینی بردارید. باز هم میگم نمیگن اینا چیز بدیه یا خوبیه، باز میگه ببینش چیه. الکی نگو من عاشق خدا،
بارها گفتم کدوم خدا عاشقشی، راجب چی داری صحبت میکنی؟ تو تاجری، میخوای یه کارایی بکنی اون خدای خوشش بیاد، یا آداب و ترتیبی داری، یا میترسی از عذابش، خیلی خوب داشته باش، ولی سراغ ما نیا. ما به جایی رسیدیم که از این مدرسه ها گذشتیم. خدای ما خدای عذاب دهنده، پاداش دهنده نیست. طبیعت قانون زندگی خودش رو داره، قانون خودش رو داره، هر چیزی بر اساس قوانین خودش میره جلو. من به جایی رسیدم که در دریای غم غمناک نیستم، من تو جهنمم ببرن راحتم. تو به فکر خودت باش. اینی که ما باید در دنیای عرفان اگر قدم میذاریم، یک نکته رو به ناچار باید درک کنیم و اون اینه که اگر عشق رو نفهمیم، همه حرف اینا اینه، اصلا هم عشق مهم نیستش، مجازی غیر مجازی. شما اینقدر دنبال این نباشید که یک انسان رو دوست داشتن عشق الهی نیست. دوست داشتن واقعی فرقی نمی کنه، چه انسان باشه چه خدا باشه. خدایی رو ندیدی، تخیلات خودت، فرافکنی هایی که صحبت می کردیم انسان می کنه، اونها رو به حساب خدا نذار. خدای جهان آفرین متفاوت با اون چیزیه که تو تصور داری ازش. ولی اگر یک نکته رو درک نکردی و اگر عشق رو درک نکردی، بدون دوست داشتن رو منظورمون هست، محبت رو منظورمونه، اگر درک نکردی زندگی تو به هیچ دردی نمیخوره. باز این تیکه رو از حافظ دقت کنید بهش، این صحبتهای مولانا رو، که هیچ ترتیب و آدابی مجوی، برای عاشق شدن نرو کلاس. عاشق شدن کلاس نداره، شده در سر کلاس اینو یاد نمیگیری. برای دریافت این که بتونی دوست داشته باشی بدون اون نفس، بدون اون خودخواهی ها، بدون اون صحبت هایی که این همه تو این مدت کردیم، تو کلاس لازم نیست بری، خودت بهش باید برسی. ببینیم حافظ چی میگه. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. شما به کسی که مدعی این موضوعات، این نمی معنیه که از طرف بدمون میاد، نه، شما به کسی که مدعیه، به کسی که تزویر میکنه، به کسی که ریا تو کارشه، هر چی اسرار عشق و مستی رو بگید، این رو بدتر میکنید. این بیشتر یاد میگیره چجور با روشهای عاشقانه شما رو فریب بده، بذارید در همون اون بیخبری و نادانیش بمیره. خیلی نکته تو اینا خوابیده. شما اگر میخوای بیای یادش بگیری که خیلی خوب، حالا اگر من میخوام به مردم نشون بدم من عاشقم، من واصلم، من رسیدم به جاهایی که شماها نمیتونید تصور کنید، پس این ادا اصول رو باید در بیارم. خیلی سادهش، من اگر میخوام سری دوستی رو کلا بذارم، باید یاد بگیرم چی کار کنم باهاش، چه جوری فریبش بدم. به ما گوشزد میکنه که بدترین خطرها این هاست، بدترین خطرهایی که شما رو گم میکنه در پشت این ماسکا اینه که یاد میگیرید چجور نشون بدید عاشقید. اینها از گناهان، حالا گناه میخواید اسمشو بذارید، بدبختی انسان میخواید بذارید، مهمه. انسان باید وقتی که دوست داره تو همون معصومیت دوست داشته باشه، نه اینکه من یاد بگیرم که با این حرکاتی که انجام میدم میتونم بفریبم. خب هرچی بیشتر به من یاد بدن، هرچی بیشتر من رو، حالا حافظ، مولاناست، استادای دیگه است، نشونم بدن اسرار عشق و مستی رو، خب من بیشتر یاد میگیرم برای فریب دیگران. حالا اون فریب میخواد یه دوست باشه، اون فریب میخواد یه ملت باشه، فرقی نمیکنه. اسرار عشق رو باید به اون انسانهایی گفت که در سادگی عشق ازش استفاده میکنن، نبشه براشون یک، بشه براشون یک تزویری، یک نیرنگی و یک نوع استراتژی که به وسیله اون
آدم‌های دیگر رو فریب بدن، زبون بازی‌ها، تزویرها، دروغ‌ها، تمام اینها رو میان اونچنان زیبا انجام میدن که تا تو بخوای بفهمی این داستان چی بوده، کلی سر خودش و دیگران کلاه گذاشته، چون اسرار عشق و مستی رو یاد گرفته. اسرار عشق و مستی رو با کسایی که ادعا میکنن من میخوام عاشق باشم، تو نمیشه بخوای. تو وقتی عاشق بودی، وقتی دوست داشتی، دوست داری، تو دیگه لازم یه چیزی رو یاد بگیری. اون کارهایی رو هم که میکنی رو حساب دوست داشتنیه که میکنی. واسه همینه که وقتی یه بچه‌ای میاد بغلمون میکنه، مثلا یه سالشه دو سالشه میبوستمون، خیلی بهمون میشینه، بهمون میچسبه، چون دقیقاً میدونیم اون اسرار عشق و مستیه. اون دیگه از این داستان‌ها و از این حیله و نیرنگا خبر نداره. پس اسرار عشق و مستی رو مبادا به مدعی‌ها بگید، چون به جای اینی که کمکشون کنه بدترشون میکنه. بنزین داری رو آتیش میریزی، نفت داری رو آتیش میریزی، فکر نکن داری به این کمک میکنی. در خود مثنوی شما بارها میبینید صحبت‌های متفاوتی میکنه. مثنوی من چه قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. میگه ببین، من اونچنان برای بعضی ها راهگشام، برای کسی که اون قلب و اون سادگی رو داره و واقعا عاشقه، و برای کسی که راه تزویر و دروغ رو میگیره بدترین سمم، اونچنان گمراهش میکنم که نفهمه. به خاطر همین هم اینا رو اونقدر پیچیده گفتن که هر کسی دستش به خیلی چیزا نرسه، و این رو باور داشته باشید، یعنی کاملا بهش ایمان داشته باشید. آدمی که به این عشق و سادگی نرسیده، تمام این اسرار رو فقط در راه منافع خودش استفاده خواهد کرد، که به قول اینها بدترین و شومترین سرانجام برای بشر. در عقاید اینها تارموت رو نمیدونم کسی دید یا این رو خوردی نجس شدی، اونو خوردی پاک شدی، اینا اصلا به این باورها نیستن. اینها معتقدن که تو با این تزویرها خودت رو نابود میکنی، و الا خدای خیالی ممکنه از یه خوشش بیاد، از یه بدش بیاد، اون خیالات توه، ولی اینجوری تو گم میشی، لاستی، دیگه نمیتونی خودتو پیدا کنی. عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. یه ببین، عاشق شو، تزویر رو کنار بذار، عشق رو نرو دنبال خیلی پیچیدگی ها. ببین کار خیلی سادگی، یه جمعی هستیم دور هم نشستیم، میتونیم بدور از هر گونه سودی، بیزینسی، هر گونه تفکری همدیگر رو دوست داشته باشیم. کار خیلی پیچیده ای نیست. تو اینو امتحان بکن، دوست داشته باش بدون دلیل، بدون از اون دیگه هم دوست نداری، خب دوست نداری دیگه، ولی دیگه مدعی این نشو که دوست دارم. اینو امتحان بکن دیگه، اینا چیزای خیلی ساده ایه. تو همین یک کلمه رو، همین یک کار رو امتحان کن که وقتی که دوست داری دوست داشته باش و خودت باش، وقتی هم که دوست نداری ادا در نیار. ببین چه نتایجی از این میگیری، ببین چقدر جلو میبرتت، اینقدر برای منافعت قدم بر ندار. اگر عاشق نشی و عمر به پایان برسه، بدون که تو انسانیت رو نفهمیدی، تو اصلا نفهمیدی انسان چیه. عاشق شو ارنه روزی کار جهان سر آید، یه روزی مرگ میاد سراغت. نه اینکه سعی کن، بیا و عشق رو تجربه کن. انسان حیوان عاشقه، نه حیوان ناطق در منطق عرفان. قبل از اینکه کار دنیا تموم شه به این موضوع برس. به هر حال، خوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سنم یعنی همون بت، به کلن آدم زیبا، خانمای خیلی زیبا میگن سنم، و به کسانی هم که از نظر روحی درونی آدمای پاکی هستن به اونها میگن سنم. شما مثلا به پیرتون، به مرشدتون سنم میتونید بگید، ولی خب به خانوم ها هم گفته میشه. به هر حال من گفتش که اگه تو بت پرست نیستی، با اگه بت نمی پرستی با کافرها چی کار داری؟ حالا
سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. زلف و موی مشکین در منطق عرفانی به طور کلی و در حافظ به خصوص در حافظ به جهان هستی گفته میشه، به جهان فیزیک گفته میشه و به جهان انسانی گفته میشه. یعنی شما اگر راجب آسمان ها، راجب زمین، راجب انسان ها، امور اجتماعی به تمام اینها نگاه میکنید، در حافظ وقتی جایی از گیسو صحبت میکنه یا از زلف صحبت میکنه، این زندگی تاریکی که انسان در تاریکی قرار داره که نه آشنایی با دنیای فیزیک بیرون به طور کامل داره و نه آشنایی با درون انسان ها داره. هر جایی که شما با زلف و گیسو برخورد کردین در حافظ همیشه این معنا رو میده، معنی جز این نداره. گیسوی تو، زلف تو انقدر در این تاریکی، چون سیاهی منظور همون به اصطلاح تاریکی این هستی هستش، چقدر دست رازی میکنه و اون فطرتی که در درون من هست و از خیلی چیزا نه از خیلی چیزا از همه چی آگاهه، به اون اجازه اینو نمیده که این بیاد بالا، به اون اجازه اینو نمیده که درک داشته باشه. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. ببینید، گفتیم عشق بلاکشه، عشق اهل قماره، عشق اهل منطق نیست. حداقل اهل منطق انسانی امروز که میگم دیدگاهی به امروز و دیروزش کار ندارم، دیدگاهی ما نیست. من چون این صحبت ها رو قبلا زیاد کردم، ما صحبت اینو توضیح دادیم که در زندگیمون برای دریافتای علمی، برای پیشرفتای علمی، برای زندگی بیزینسی ما احتیاج به لاجیک داریم، به منطق، همه اینا جای خودشه. ولی زمانی که شما بلند میشید که این منطق و لاجیک رو بسوزونید و چیزی رو جایگزین این کنید که ایمپروومنت اینه، برتر از اینه، به مراتب برتر از این نوع درکیه و لاجیکیه که الان دارید، دیوانگی نیست، جنون فوق عقله، نه جنون دون عقل. اگر در سلامت نمیتونم بشینم وقتی که اون فطرت درون نرگس، باز من توضیح چون زیاد داره نرگس، شاید قبلنم گفتم 12 معنی متفاوت داره در عرفان ما و به خصوص حافظ خیلی ازش اسم برده، حتی مولانا هم خیلی زیاد اسم برده. یکی از معانیش فرشته نگهبانیه که انسان داره، یکی از معانیش فطرت درونی که انسان داره، اون فطرتی که از درون هی داره بهش میگه که بلند شو، برخیز و دست بردار از این ظاهری که تو چون میبینی علم حسیت میگه و علم تعقلیت میگه، خیال میکنی دنیا استدلال و حسه، بقیهش دیگه هیچی نیست. چون در درون همه انسان ها این حرکات، این شکوفایی ها وجود داره که ورای این صورت چیزای دیگه ای وجود داره، ورای این ظاهری که داری میبینی چیزای دیگه ای وجود داره. این صحبت رو از این خیلی بهش دقت کنید، این تمام این اشعار رو واسه این چند تا بیت من میخوندم که شما اون نرگسه در درونتونه، اون پاکیه در درونتونه، بذارید اون رمز و رازش رو بگه، بذارید اون رمز مستی رو به شما بگه، شما چیز یادش ندین و الا به اون دردی دچار میشید که در بالا بود. میخواید اسرار عشق و مستی رو یاد بگیرید، نه برای اینکه حالا شاید هم بخواید راحت یاد بگیرید، نه، تبدیلش میکنه به یک فریب. اینها آموختنی نیست، اینا تجربه کردنیه. بذارید اون نرگس درون خودتون، اون فطرت پاک وجودی خودتون، اونی که داره هی به شما این رموز مستی رو میده، میگه ورای اینها چیز دیگه ای هست. شما قدرت اعتراض و شک انسان رو از همین نرگس بگیرید، از همین فطرت بگیرید. همین که شما توان دارید شک کنید،
شما همه چیز رو نریم ما توی داستانهای حالا بسیار پیچیده درونی بگیم آقا حالا خیلی چیز رو. نه، اگر خیلی از انسانها شک نمی کردن روی اون فطرت درونیشون که قدرتی از شکه، که آقا این نظریات 1500 ساله ارسطویی حاکم بر ما خیلیش بی خوده، اگر ندای اون درون نبود شما امروز یک قدم هم تو این تکنولوژی ها نداشتیم. انسان دارای این فطرته، انسان دارای این قدرت و این نرگس در درون انسان فریاد میزنه که آقا نپذیر. یکی از چیزهایی که هست این، شما فقط میگم از عشق و مستی و اینا صحبت میکنیم، شما در نظر داشته باشید اون فریادهایی که از درون خیلی انسانها بلند شد، به خیلی چیزها شک کردن و خیلی چیزها رو زیر سوال بردن، به انسان و انسانیت خیلی کمک کرد. بذارید اون کارشو بکنه، بذارید اون جلو بره. شک به خیلی چیزها، به قول شمس تبریزی، شک کردن به اندازه لحظه‌ای از هزاران ایمان محکم بالاتره. شک باید کرد که من چی رو پذیرفتم. یه سری چیزا من گفتن و یه چهار تا تایتل هم پشتش گذاشتن، اون موقعش هم همین بود. یه دفعه حالا این صحبت که تا اینجا اومد، میگن شمس وارد یک محفلی شد. اون موقع هم خب ببینید دانشگاه های روز خودشون رو داشتن. حالا درسته ما 1000 سال 800 سال از اونا جلوتریم، به دانشهای اونا میخندیم، ولی دانشهای اونا هم بالاخره یه جور پایه‌ای بوده برای دانشهای امروزی. در اون زمان یه عده‌ای بودن، هنوزم هستن، شما اگر کتاب‌های متفاوت بخونید در پاکستان، در افغانستان، در اینا زیاد می‌بینید، اینا محدثن. یعنی 300 400 هزار حدیث رو، اینا واقعا شوخی نیست، 300 400 هزار حدیث رو با کسانی که نقل کردن، این رو فلانی از فلانی نقل کرده، فلانی از فلانی نقل کرده، همینجور رفته عقب تا 1000 سال پیش رسیده پیغمبر اسلام مثلا، تمام اینا رو حفظه، چند تا 400 هزار تا، 300 هزار تا، اینا کم حافظه، این همه مغز دیگه، این همه برین میبره. شمس یه حرف مهمی رو به اون دیدگاه و اون روزی میزنه، میگه این همه که شما میگید از این حدیث کردم، از اون حدیث کردم، اون از این حدیث کرد، هزار جورم اینا دروغ. آخه مگه میشه یه نفر نشسته باشه پای صحبت یه پیغمبری، یه امامی، و تمام این صحبت‌ها رو کاملا حفظ کرده باشه و یک بیت دیگه منتقل کرده باشه، اونم کاملا حفظ کرده باشه، اونم داده باشه، هزار تا دروغ تو اینا رفته. میگن پس با چه کار کنیم؟ میگه تو شما یکیتون هست از این خدایی که اینقدر ازش اسم میبرین، این همه میگین خدا خدا که اصلا هم نمیدونید چی میگید، بگه آقا خدای من در قلب من این حرفو زد، خدای من به من این رو گفت. تو چی کار داری به پیغمبر چی گفت؟ تو چی کار داری به فلانی چی گفت؟ خدای تو با تو کی صحبت کرده؟ اینا خیلی مهمه، این توانایی های درونی انسان، این فطرت پاک انسان رو شما فقط روی داستان های عرفانی نگیرید. قدرت شک که بسیار به انسان کمک کرده، اینها از درون انسان میجوشه میاد بالا. بگذارید، به هر حال اجازه بدید در داستان عشق، عشق خودش کار خودش رو پیش ببره، نذارید که شما به عشق یاد بدید. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. این حالا بیت آخرش مانده. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی. ارتباط ما با واقعیت، ارتباط ما با هستی، به اون صورتی که هستی هست، میدونید برای ما ممکن نیست، چون ما با احساسات اون برخورد کنیم، یعنی با این پنج حس، با دیدن، با شنیدن، و میدونید اینها در سلسله مغزی ما، یعنی ترجمه یک سلسله عصبی و مغزی ما از این واقعیت‌های بیرون میکنه، و هر کدوم از ما با توجه به استدلال، حالا یکی اهل استدلال فلسفیه، یکی اهل
علوم تجربی جدید است، یکی اهل دین و مذهبه. با همه اینها تصورشون اینه که به حقیقت رسیدن و اون چیزی رو که اینها میگن درسته. حالا به هر دلیلی که هست موفقیت‌های خودشون، پیشرفت‌های خودشون رو میان مطرح میکنن که آقا ما با این موفقیت‌ها به حقیقت، به اون صورتی که هست، یا راه پیدا کردیم یا داریم راه پیدا میکنیم. یکی از داستان‌هایی رو که عشق برای انسان به وجود میاره ریختن تمام این باورهاست و خود این طوفان بزرگیه. این طوفان خیلی بزرگیه. شما این طوفان رو ساده نگیرید که من تا دیروز باورم بر این بوده که یه خدای ریش سفید بزرگی اون بالا نشسته و داره اعمال من رو میبینه و یه جایی از من خوشش اومده، یه جایی از من بدش، و تمام این داستان‌ها میریزه. تمام این داستان‌ها وقتی میریزه طوفان بزرگی به وجود میاد. پس یه جنبندی رو من خدمتون بگم. تا زمانی که ما در عرفان وارد میشیم به مرحله محبت، دوست داشتن بسیار چیز زیباییه، حتما تجربهش کنیم، حتما تجربه کنیم قبل از اینکه از دنیا میریم. و تا زمانی که در مدیتیشن ها، در عبادات، اون آرامشی رو که باید بگیریم باید بگیریم. خیلی چیز زیباییه، ولی اگر قرار شد که وارد یک مرحله‌ای بشیم که اینها اسمشو میذارن عشق، باید براش آماده باشی. آرزو میخواه لیک اندازه خواه. تو تا یک اندازه‌ای میتونی از خودت توان و انتظار داشته باشی که بتونی تندل کنی. به این موضوع خیلی دقت کنی. اینی که من راجع به عشق این مقدار صحبت کردم به هیچ عنوان تخته کردن چیزی نیست. هر کدوم از ما عباداتی داریم، مدیتیشن هایی داریم، آرامش هایی داریم، به جای خودش، به نوبه خودش، خیلی زیباست. هرچند که به عشق برسی دیگه راه رفتنت هم زیباست و آرامشه، کار کردنت هم آرامشه، خوابیدنت هم آرامشه، هر کاری که میکنی آرامش و زیباییه. ولی برای وارد شدن به این داستان باید آماده بود، باید تجربیاتی داشت، علل خصوص تجربه دوست داشتن. دوست داشته باشیم به اون صورتی که خارج از این تصویرها باشه. به هر حال من امیدوارم که این تا اینجا یه مقدار مجملی راجع به عشق، خیلی مجمل بود چون بحث خیلی گسترده‌ای رو داره، من تونسته باشم یه مقداری صحبت کرده باشم، یه مقداری مطرحش کرده باشم. داستان رو انشالله جلسه بعد تموم میکنیم و بعد از اون دیگه وارد داستان‌های دیگه میشیم و مطالب دیگه میشیم. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. ما تا اینجا داستان خوندیم، خسته نباشین، تا هفته بعد.